نویسنده که یه اتاق ترسناک تو هتل نفتین شده رو میگیره تا کتاب جدیدش رو بنویسه. گلاسیا سلام. امروز میخوایم فیلم 1408 یا 1408 رو ببینیم که بر اساس رمان استفان کینگ یکی از قولهای نویسندگی جهان ساخته شده. از الان بگم این فیلم دوتا پایان مختلف داشت و ممکنه بعضیا یکیشو دیده باشن بعضیا اون یکیو. پس اگه پایانش با چیزی که شما دیدید فرق داشت تعجب نکنید. در ادامه فیلم من میخوام پایان دومم بهتون بگم. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپویل کامل و صحنه‌های قشنگش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون مایک رو میبینیم. به هتل میره و صاحب هتل شروع میکنه به تعریف از اینکه هتل ما روح زده است، خیلی اتفاقای عجیبی توش افتاده و اینجور چیزها. البته که مایک اصلا توجه زیادی نداره. بعدم میره به اتاقش و خیلی راحت شروع میکنه به مشروب خوردن و اشغال. روز بعدی هم تو ماشین و با ضبط صوت چیزی رو ضبط میکنه. میگه این هتل مثل خیلی های دیگه الکی میگفتن که روح زده و این چیزهاست. من هیچ چیز خاصی ندیدم و به نظرم فقط حاشیه برای جلب توجهه. وقتی مایک به کتاب فروشی میره تا نسخه جدید کتابش رو امضا بکنه، میفهمیم که شغلش نوشتن در مورد داستان‌های ترسناک مخصوصا از هتل‌ها و جاهای مختلفه. برای همین هم اون صاحب هتل هی می‌خواست ثابت کنه که هتل ما مشکل داره و می‌خواست یه جوری تو کتاب این مرد جا بشه. البته جالبه که وقتی یکی از طرفدارهای مایک میپرسه تا به حال یه روح دیدی یا نه، اون میگه نه، هیچ وقت با همچین اتفاقی روبرو نشدم. تمام چیزهایی هم که توی کتاب ها مینویسم ساخته ذهن خودمن. مایک یه آدم تنهاست و بعد از اینکه همه کاراش تموم میشم میره کنار دریا و شروع میکنه به موج سواری، اونم تنهایی. ولی یه دفعه حواسش پرت میشه و یه موجی میاد که باعث میشه بره زیر آب. چشماشو که باز میکنه آب اون روی ساحل آورده و بالاخره به هوش میاد. وقتی که برمیگره به خونم میره سراغ صندوق پستش و طبق معمول یه عالم کارت پستال براش اومده که از هتل‌های مختلف و دعوتش کردن. یکی از اینا توجهش رو جلب میکنه. یه کارت پستال از هتلی به اسم هتل دلفین. روش هم نوشته اگه اینجا اومدی به هیچ وجه توی اتاق 1408 اتاق نگیر. خیلی کنجکاو میشه، برای همین هم یه زنگ به هتل میزنه و همینجا رو میخواد رزرو کنه. اما بدون هیچ حرفی اون کسی که پشت خطه میگه نمیتونید برید توی این اتاق و تلفن رو قطع میکنه. مایک بازم زنگ میزنه و اصرار میکنه که توی یه تاریخ دیگه این اتاقو بهم بدید، اما بازم نتیجه ای نمیگیره و تلفن روش قطع میشه. حالا کنجکاویش از همیشه بیشتره و شروع میکنه به تحقیق در مورد این هتل. میفهمه که یه چند سال اخیر بیشتر از 2 نفر این اتاق رو رزرو کردن و همشون هم به شکل عجیبی جونشون رو از دست دادن. یکیشون خفه شده، یکیشون از ارتفاع افتاده و چیزهای مختلف. مایک خیلی مصمم‌تر شده و برای همینم اول زنگ میزنه به رئیس انتشاراتی که براشون کار میکنه. ازش میخواد که یه جوری براش این اتاق رو رزرو کنه و اونم بهش یه سری راه قانونی میگه که این هتل مجبور اتاق رو بهش بده. یه مشکلی وجود داره و اونم این که هتل توی شهر نیویورکه. نمیدونیم چرا، اما برای مایک سخته که بخواد این شهر سفر کنه که بعداً دلیلش رو میفهمیم. به هر حال لوازمش رو جمع میکنه و راه میفته. وقتی میرسه آقای اولین یعنی مدیر این هتل میاد پیشش و سعی میکنه به هر شکلی که هست اونو از تصمیمش منصرف کنه. اما هر چی که بهش میگه مایک مصمم تر میشه که این کارو انجام بده. آقای اولین میگه هیچ کس تا الان نتونسته بیشتر از 1 ساعت تو اون اتاق زنده بمونه. برای هر کس اونجا بود اتفاقات عجیبی افتاده و تو فقط یه سرش تو اینترنت خوندی. اما مایک گوشش به این حرفا بدهکار نیست. بعدم میگه من خیلی تحقیق کردم، میدونم تا حالا 56 نفر تو اون اتاق بودن و اتفاقای بدی براشون افتاده. آقای اولین میگه یه بار حتی یکی از خدمتکارای ما فقط رفته بود که اونجا رو تمیز بکنه و همین باعث شده بود که چش حدقه بزنه بیرون. بازم مایک تصمیم خودش رو گرفته و در نهایت آقای اولین هم کلیدو بهش میده و میگه که فقط کسی اونجا نمیاد برات کاراتو انجام بده، خودت یا خودت. مایک بعد از اینکه از آسانسور بیرون میاد یه سری از افراد دیگرم میبینه و سمت اتاق خودش میره. به خیال خودش اینم مثل خیلی هتل‌های دیگه است و فقط برای اینکه اسمشون توی کتاب بیاد دارن دروغ میگن. وارد میشه و یه اتاق خیلی ساده شبیه تمام هتل‌های دیگر رو میبینه. یه نخ سیگار روی زیر سیگاری میذاره که خب میفهمیم خیلی وقت سیگار رو ترک کرده و این یه نماد برای موفقیت زندگیشه. بعدم شروع میکنه به ضبط کردن حرفای خودش که میگه اینجا هم مثل خیلی هتل‌های دیگه است و همه چی به نظرم دروغ بوده. همه چی اتاقو میگرده و اول میفهمه که ترموستات اینجا روی 80 درجه فارنهایت گیر کرده و خیلی دمایی زیادیه. بعدم شروع میکنه به توضیح دادن همه جا توی نوار ضبطش. یه دفعه ای رادیو اتاق خودش فعال میشه و آهنگی از گروه کارپنترز رو پخش میکنه که یکم مایکو میترسونه. عجیبه که دوتا شکلات هم روی تخت قرار گرفته که قبلا نبودن. حالا مایک فکر میکنه یکی از افراد همین هتل اینجا قایم شده و داره این کارها رو میکنه و شروع میکنه به گشتن دنبالش. اما خب هیچ کسی اینجا نیست. البته که متوجه یه حرکت توی دریچه تهویه هوای سقف میشه. در حالی که داره بقیه چیزها رو به نوار
توضیح میده گرمای زیاد داره اذیتش میکنه، برای همینم به پیشخان هتل زنگ میزنه و درخواست تعمیر کار میکنه. با اینکه آقای اولن گفته بود هیچ کسی اونجا نمیاد، اما جالبه که پیشخان قبول میکنه که تعمیرکار بفرسته. در حالی که منتظر این تعمیرکار متوجه میشه تابلو نقاشی روی دیوار کجه، تابلوی از یک کشتی. میره صافش میکنه و همینطوری هم داره عرق میریزه از گرما که یه رفعه صدای دریا توی مخش میاد و خیلی براش عجیبه. یه رفعه کسی به در میکوبه. میره سمت در و هرچی تلاش میکنه نمیتونه بازش کنه. در آخر هم موفق میشه و اون طرف در تعمیرکارو میبینه. اما جالبه که اون اصلا حاضر نیست بیاد داخل و میگه من راهنماییت میکنم خودت انجام بده. حاضر نیستم بیام تو این جهنم. موفق هم میشه که با کمک این مرد بالاخره ترموستات رو درست بکنه و دمای اتاق خنک شه. همین که برمیگره تا ازش تشکر کنه میبینه تعمیرکار کلا ناپدید شده. در اتاقو میبنده و دراز بکشه یکم استراحت کنه و یه رفعه‌ای دوباره همون صدای موسیقی گروه کارپنتر از رادیو پخش میشه. یه رادیو که ساعت هم هست و حالا به شکل عجیبه به یه تایمر تبدیل شده. انگاری فقط 60 دقیقه برای این مرد وقت مونده. مایک یاد حرف آقای اولین میفته، گفته بود فقط 1 ساعت آدما میتونن اونجا زنده بمونن. حالا خیلی ترسیده و تو گوشش صدای زنگی میپیچه. صدای زنگ که حتی دم پنجره هم میره، هیچ چیزی از خیابون غیر از اون نمیشنوه. با نگرانی پشت سرش نگاه میکنه و همین لحظه پنجره خود به خود بسته میشه و دستش به شدت آسیب میبینه. میره توی آشپزخونه که دستشو ببنده و همین لحظه آب تبدیل به آب جوش میشه و دوباره بیشتر از قبل درد میکشه. شنواییش هم برگشته و دستشو با پارچه میبنده که دوباره همون آهنگ گروه کارپنتر از رادیو پخش میشه. این بار مایک با عصبانیت میره و رادیو رو پرت میکنه زمین رو از برق میکشه، اما با اینکه دیگه اتصالی به برق نداره همچنان تایمر روش فعاله. مایک تلفن رو برمی‌داره و از پیشخان درخواست میکنه که ببرنش به بیمارستان چون حالش خوب نیست، میخواد اینجوری فقط فرار کنه، اما تلفن قطع و وصل شد. در آخرم نمیتونه حرفشو بزنه. میدوه سمت در خروجی و کلید رو میندازه داخلش، ولی گرفته کلید توی در میشکنه و جالبه که نصف شکستش هم از اون طرف در میفته بیرون. مایک با نگرانی از چشمی اونورا نگاه میکنه که چشم سبزی رو میبینه و خیلی بیشتر از قبل میترسه. دیگه هیچ راهی برای مایک نموند و میدوه دم پنجره تا داد بزنه و بقیه کمک بخواد. کسی صداشو نمیشنوه و توی ساختمون روبرویی مردی میبینه که لباس سیاه هم پوشیده و متوجهش میشه. داد میزنه و درخواست کمک میکنه، اما مرد ساختمون روبرویی شروع میکنه به در آوردن عداش. مایک بیشتر از قبل نگران شده، میره تا یه دونه لامپ بیاره و بتونه جلوشو بیشتر ببینه که بالاخره میفهمه مردی که تو ساختمون روبرویی هم خودشه و فقط یه لباس مشکی پوشیده. یه دفعه زنی از پشت با چکش به این مرد سیاه پوش حمله میکنه. مایک پشت خودشو نگاه میکنه و همون زن رو میبینه و با وحشت به گوشه اتاق پناه میبره. سرش که میاره بالا میبینه این زن ناپدید شده. بعدم که برمیگردن پنجره میبینه مارک سیاه پوشم دیگه اونجا نیست. تنها راهی که به ذهنش میرسه اینه که یه چیزی پرت کنه پایین بلکه ببینه. چراغی رو میندازه و میبینه که وسط راه یه رفعی ناپدید میشه، انگاری اصلا وجود نداشته. یه رفعی دختری از وسط اتاق اونو صدا میکنه. مایک وحشت زده به گوشه دیگه ای اتاق پناه میبره و شروع به صحبت با ضبط صوتش میکنه. اتفاقهایی که افتاده رو توضیح میده و میگه من بازم مطمئنم روح و اینا وجود ندارن و فقط به خاطر خستگی و درگیری ذهنم دارم اینا رو میبینم. از طرفی هم فکر کنم آقای اولین یعنی مدیر این هتل توی مشروبی که برام ریخته بود یه دارو ریخته که اینطوری توهم بزنم. خود به خود تلویزیون اتاق روشن میشه و فیلمی از مایک و خانواده‌اش پخش میکنه. میفهمیم مایک یه همسر به اسم لیلی و دختری به اسم کیتی داشته که خیلی هم زندگیشون خوب بوده. حالا معلوم نیست که چجوری اونا رو از دست داده. یکم آرومتره، اما دیدن خانواده‌اش ناراحتش میکنه و میره که بازم به یادشون مشروب بخوره. در همین حال مرد و زنی رو میبینه که توی اتاق ظاهر شدن، میره سمت پنجره و یه دفعه ازش میپرن. حالا مطمئن اینو توهمن دیگه زیاد توجهی نمیکنه. صدای بچه‌ای رو از اتاق کناری میشنوه و یادش میاد که اون موقعی که اومد توی اتاق یکی از همسایه‌هاش یه زن و بچه بودن. برای همینم هم شروع میکنه به کوبیدن به دیوار بلکه این زن صداشو بشنوه، اما خب هیچ جوابی نمیگیره. علاوه بر اون صدای گریه بچه توی گوشش بیشتر میشه، بیشتر و بیشتر تا حدی که سردرد میگیره و با عصبانیت که صندلی رو سمت دیوار پرت میکنه. حالا متوجه چراغ میشه که از دستشویی داره به صورتش میخوره. میره اون سمتی و میبینه که مردی روی ویلچر نشسته، اما این مرد براش آشناست. میره طرفش و میفهمیم که پدرشه، پدری که به خاطر آلزایمر و مشکلات ذهنیش مایک اونو توی خانه سالمندان گذاشته. پدرش بهش میگه تو هم در آینده مثل من میشی و یه دفعه مایک از این توهمش هم بیرون میاد. بیشتر از همیشه نابود و به هم ریخته شده و صدای دیگه ای میشنوه و میاد بیرون که میبینه دیوار ترک خورده و داره ازش خون میریزه.
میره سمت پنجره و بازش میکنه و زل میزنه به خیابون. با خودش میگه اگه همه اینا یه خواب باشن پس باید بپرم تا بیدار شم. اما یه لفظی میگه اگه خواب نباشم چی؟ و فکر دیگه ای به سرش میزنه. میاد بیرون و متوجه نقشه ای میشه که از هتل روی دیوار نصب شده. از طریق اون میفهمه اتاقش کجاست و تصمیم میگیره که یه جوری از پنجره بره و از اتاق دیگه ای بیرون بیاد. همین کارم انجام میده و میره دم پنجره، یکم قدم میزنه پایین که خیلی ترسیده و سعی میکنه پایین رو نگاه نکنه و تازه متوجه میشه هیچ پنجره دیگه ای کنارش نیست. انگاری تنها اتاق این هتل اتاق 1408. با وحشت خودش رو برمیگردون داخل و دوباره میره سمت نقشه و میبینه که همه جای سیاه شده غیر از اتاق خودش. اما این غیر ممکنه. از چشمی در اون طرف نگاه میکنه و فقط یه دیوار آجوری جلوشه، یعنی دیگه هیچ راهی برای فرار نیست. هیچ چیزی با منطق ماش دیگه جور در نمیاد. میدوه سمت اتاق خواب و میبینه که پنجره های اتاق هم همشون به دیوارهای آجوری تبدیل شدن. این غیر ممکنه و دوباره صدای خودش وقتی که بار اول اومد تو اتاق رو گوش میده که داشت همه جا رو توصیف میکرد. عجیبه که میبینه خودش هم داره میگه تو این اتاق هیچ پنجره ای وجود نداره، یعنی از اول همینطوری بوده. بیشتر از قبل سردرگم شده و فکر میکنه داره دیوونه میشه که صدایی از اتاق بیرون میشنوه. میره سمت پذیرایی و یه دفعه خودش رو جای دیگه میبینه، جایی که خودش و همسرش لیلی تو مطب دکتری نشسته بودن و دارن در مورد سرطان دخترشون صحبت میکنن، اتفاقی که به تازگی متوجه شدن و زندگیشون داره به فنا میده. یه دفعه خودش رو برای دخترش میبینه و اسم اونو به زبون میاره و توی واقعیت چراغ ها خاموش میشن. دوباره صحنه همه جا عوض شده و فقط قرمزه. بعد چند لحظه هم روشن میشن و مایک توی آینه پشت سر خودش همون زن رو با چکش میبینه. با وحشت برمیگرد و بازم کسی پشت سرش نیست. خیلی اتاق سرد شده و میره سمت ترموستات اتاق و میبینه حالا روی 40 درجه فارنهایت گیر کرده، دمایی که خیلی هوا رو داره سرد میکنه. کتش رو میپوشه و لپتاپش رو برمیداره و سعی میکنه که به همسرش لیلی زنگ بزنه تا از اون کمک بخواد، چون لیلی توی همین نیویورک زندگی میکنه. وقتی به زنگ میزنه لیلی اول عصبانی و میگه اگه تو نیویورکی چرا پس زودتر من نگفته بودی بیام ببینمت، خیلی وقت با هم صحبت نکردیم و لازمه این کارو انجام بدیم. مایکل میخواد توضیح بده که یه رفیق دوربین صفحه سیاهی نشون میده و دیگه همسرش نمیتونه اونو ببینه. همین لحظه هم آپاش اضطراری اتاق برای خاموش کردن آتش خود به خود روشن میشه. اینم باعث میشه آب روی لپتاپ بریزه و لپتاپش هم از دست بره. مایک به هر زحمتی هست این آپاشو غیر فعال میکنه و حالا میفهمه که هیچ کس قرار نیست به کمکش بیاد. دریچه تهویه هوای سقفو باز میکنه و میخواد دیگه از اینجا در بره. واردش میشه و به آرومی از این راهروها رد میشه که بالاخره به بالای اتاق کناریش میرسه. همون زن و بچه رو میبینه. از اونجا هی زن رو صدا میکنه که ازش کمک بخواد، اما زن با نگاهی سرد بهش زل میزنه. اون کسی نیست جز همسر خودش لیلی. مایک وحشت زده تر شده میره سمت اتاق بعدی و وقتی که از دریچه هوا نگاه میکنه یه پارک اون پای میبینه. پارکی که خودش و پدرش دارن میان سمت یه نیمکتی و خیلی عصبانی هن. متاسفانه دختر مایک یعنی کیتی به خاطر سرطان جونش رو از دست داده. حالا مایک دیگه نمیتونه خونه رو تحمل کنه و میخواد همسرش لیلی هم تنها بذاره. پدرش داره بهش میگه این کارو نکن، اون بهت نیاز داره، اما مایک تصمیم خودش رو گرفته و میخواد برای همیشه از خونه بره که این کارم انجام میده. یادآوری این خاطرات مایکو بیشتر از همیشه به هم ریختن. به راهش ادامه میده و توی همین دریچه هوا متوجه یه دونه جنازه میشه. جنازه کسی که قبلا تو اتاق 1408 بوده. یه رفعه جنازه انگاری زنده میشه و دنبال مایک میفته. اون با وحشت فرار میکنه و در آخر هم از یه دونه سوراخ میفته پایین که میبینه جایی نیست جز همون اتاق 1408. هیچ راه فراری از اینجا نیست. مایک عصبانی میره که از یخچال یه مشروب دیگه برداره و فقط بتونه امشبو بگذرونه. اما همین که بازش میکنه میبینه که آقای اولین توی یخچاله. به یه شکل خیلی کوچیک و مینیاتوری. آقای اولین داره مسخرهش میکنه و میگه گفتم تو اون اتاق نرو، اما گوش ندادی. مایک با عصبانیت شروع میکنه به هم ریختن یخچال و دوباره همه چیز به حالت عادی برمیگره و میبینه که پر از مشروب و خوراکی. یه دونهشونو برمی‌داره و با یه دونه انجیل میشینه رو زمین. فکر میکنه خوندن انجیل الان میتونه بهش کمک بکنه. اما همین که بازش میکنه تمام ورقهای انجیل سفیدن. با نگاه به روبروی خودش دوباره یه خاطره دردناک از زندگیش رو میبینه. وقتی که کیتی روی تخت بیمارستانه و خودش و لیلی کنارش نشستن. لیلی شروع کرده به صحبت با کیتی و از قشنگی زندگی بعد از مرگ و بهشت و اینجور چیزها داره میگه، در حالی که مایک هیچ باوری به اینا نداره و فقط به زمین زل زده. بعد از اینکه کیتی از دست میره هم لیلی و مایک با هم یه دعوای بزرگ میکنن. مایک میگه نباید اون خوزه بلات و دروغ ها رو بهش میگفتی. تو کاری کردی دخترمون با باور یه مش دروغ از دست بره. اون الان معلوم نیست کجاست. اصلا دیگه وجود نداره و باید با این زندگی کنار بیایم. دستگاه فکس اتاق 1408 خود به خود فعال میشه و ازش یه دونه لباس بیرون میاد. لباسی که متعلق به دخترک مایک یعنی کیتی بوده. میبینه که دمای اتاق به منفی 5 درجه
کاهش پیدا کرده و دیگه همه جا داره یخ میزنه. توی اتاق داره برف میریزه و مایک شروع میکنه به سوزوندن عکسایی که اونجا داره. عکسایی که برای صحنه های جرم همین اتاق بوده تا بتونه خودش رو گرم کنه. داره میلرزه و میبینه که لپتاپش دوباره روشن میشه. همسرش لیلی همچنان پشت خطه و با نگرانی بهش میگه که چیکار کردی، کمک فرستادی؟ لیلی میگه که آره، همون موقع که قطع کردیم از زنگ زدن پلیسا، اومدن به هتل دلفین و دارن دنبالت میگردن. مایک میگه پس کوشن و لیلی میگه اونا اومدن به اتاق 1408 اما هیچ کس اونجا نیست، تو رو ندیدنت. مایک بیشتر از همیشه به هم میریزه. یه دفعه تصویرش روی لپتاپ عوض میشه، انگاری کسی که با لیلی صحبت میکنه دیگه خودش نیست. مردی که توی لپتاپ بهش میگه که لیلی زودتر خودتو برسون به اینجا، میخوام ببینمت. برام یه چشمک میزنه. هرچی مایک فریاد میزنه و میگه نه اصلا به اینجا نیا، دیگه لیلی صداشو نمیشنوه و در آخرم تماس قطع میشه. اتفاقای عجیب تری تو اتاق میفته. یه دفعه لوله ها میترکن، عکسایی که به دیوار چسبیدن همشون به چیزهای شیطانی تغییر میکنن و صداهای دردناک و وحشتناک میپیچه. صدایی از گریه مردم که دارن درخواست کمک میکنن. نقاشی کشتی روی دیوارم یه دفعه میفته و از پشتش یه مقدار خیلی زیادی آب داخل هتل میریزه. همینطوری مایک داره غرق میشه و با زحمت خودش رو به روی آب میرسونه. وقتی چشماشو باز میکنه کنار دریا افتاده، همون جایی که رفته بود موج سواری کنه و نزدیک بود غرق بشه. دوباره چشماشو میبنده و وقتی باز میکنه روی تخت بیمارستانه. همسرش لیلی هم کنارشه و دارن با هم صحبت میکنن. لیلی میگه که وقتی موج سواری کردی حالت بد شده و آوردنت الان اینجا. تازه مایک میفهمه تمام اتفاقاتی که الان افتاده توی توهم خوش بودن، هیچکدوم توی واقعیت نبودن. خلاصه که از اینجا مرخص میشه، زندگیشون دوباره داره شکل میگیره. با لیلی انگاری آشتی کردن، همه چیز خوبه و مایک یه بار که با همسرش لیلی رفتن بیرون شروع به صحبت میکنه و قضایای این اتاق 1408 رو بهش میگه، چیزهایی که حالا فهمیده توهم بودن. همسرش هم میگه به نظرم خیلی جالبن، میتونی در موردشون یه کتاب بنویسی. هنوز یکم همه چیز برای مایک عجیبه، برای همینم برای مدتی به همون شهری میره که توش زندگی میکرد و دنبال نامه‌ای میگره که اون هتل فرستاده بود. جالبه که این دفعه پیداش نمیکنه. توی اینترنت در مورد اتاق 1408 میخونه و تمام چیزهایی که میبینه با واقعیتی که اون موقع دیده بود فرق دارن. به هر حال چیزهایی که توی ذهنش رو کنار هم میشینه و یه کتاب مینویسه. بعدم یه سر میره به خانه سالمندانی که پدرش اونجا گذاشته بود. پدری که حالا آلزایمر شدیدتر شده و حتی مایکو به خاطر نمیاره. مایک شروع به صحبت میکنه و بابت تمام رفتارهای بدش از اون معذرت میخواد، اینکه تنهاش گذاشته بود به هیچ سر نمیزد. و بعدم کتابی که نوشته رو برمیداره و راه میفته سمت اداره پست که اونو بفرسته برای انتشاراتی. وقتی که میرسه پست داره میبنده و مامور پستی روشو به اون میکنه. مایک از تعجب دهنش باز میمونه. این مامور پست شبیه همون کسی که توی هتل 1408 دیده بود. یه دفعه افراد دیگه توی این اداره میبینه که همشون دارن در و دیوار رو میکوبن. برای چند لحظه تمام دیوارها پایین میان و دور و برش همون اتاق 1408. همه چیزهایی که این مدت میدید توهمهایی بودن که این اتاق به ذهنش داده بود. مایک شوکه شده و زبونش بند اومده. در همین حال متوجه میشه که در یخچال خود به خود باز میشه. میره سمتش و میبینه که تابوت دخترش اون تو داره میسوزه. پشت سر خودش هم یه در سفید میبینه. حالا دیگه خسته است، این همه توهم رو نمیتونه تحمل کنه و میره سمت در تا بازش کنه و همه چیز تموم شن. اما یه دفعه درم ناپدید میشه. دوباره برمیگرده و این بار دخترش کیتی رو تو اتاق میبینه. کیتی اسمش رو صدا میکنه و میگه کمکم کن. مایک با اینکه میدونه توهمن روی زانوهاش میشینه و دخترش رو در آغوش میگیره. بهش میگه قول میدم دیگه تنهات نذارم، تو همه زندگی منی. و همین لحظه ساعت رو میبینه که فقط 4 دقیقه به پایان 1 ساعت مونده. بدن دخترش بیجون میشه و یه رفعه تبدیل به خاکستر میشه. خیلی کفری شده و دیگه هیچ کنترلی رو خودش نداره. شروع کنه پرت کردن لوازم به این ور اون ور تا از حال میره و میفته زمین. نگاهش به ساعته که فقط 3 ثانیه مونده و در آخر به 0 میرسه. وقتی از جاش بلند میشه اتاق به حالت عادی خودش برگشته و تایمر دوباره داره 1 ساعت رو نشون میده. انگاری این لوپ، این چرخه تا ابد قرار ادامه پیدا کنه. یه رفعه تلفن اتاق زنگ میخوره و از پیشخوان بهش میگن این چرخه تا ابد ادامه داره، مگر اینکه تصمیم بگیری از سیستم خروج اضطراریمون استفاده کنی. مایک طرف دیگر رو نگاه میکنه که یه طنابی از سقف آویزونه. میفهمه خروج اضطراری یعنی اینکه همه چیو همین الان تموم کنه. اما تصمیم دیگه ای میگیره. پشت تلفن میگه من حاضر نیستم این کارو انجام بدم. مامور پیشخانم میگه باشه، انتخاب با خودته، ولی بدون که تا 5 دقیقه دیگه لیلی هم میاد اینجا و وارد اتاق 1408 میشه، مگر اینکه این کارو انجام بدی. مایک توجهی نمیکنه و تلفنو میذاره. حالا تصمیمشو گرفته و یه دونه بطری مشروب برمیداره و اونو با آتیش میکشه. پرتش میکنه یه گوشه و میگه من اگه قرار از بین برم این اتاقم با خودم از بین میبرم که حداقل لیلی سالم بمونه. حالا یه نفس راحت میکشه، سیگاری که ترک کرده بود و روشن میکنه و با خیال راحت میشینه.
میبینیم که بیرون اتاق تمام افراد دیگه‌ای که توی این هتل بودن دارن فرار میکنن چون آتش سوزی شده. در همین حال هم مامورهای آتش نشانی دارن میان و لیلیو هم با یه تاکسی به همینجا میرسه. مایک میدونه چیزی به تمام شدن زندگیش نمونده. ضبط صوتش رو برمی‌داره و تمام اتفاقاتی که افتاده رو میگه و در آخر هم توضیح میده که این اتاق شیطانی بود. در همین حال میفته زمین و میخنده چون میدونه دیگه راه فراری نیست. سکانس بعد مراسم خاکسپاری مایک رو میبینیم که لیلی و صاحب کار مایک هم اونجا. آقای اولین مدیر هتل دلفین هم میاد همینجا و لوازمی که از مایک به جا مونده رو میاره. به لیلی میگه اینا رو بعد به شما تحویل بدم، اما لیلی این کارو نمیخواد انجام بده و میگه خودتون نگهش دارید. آقای اولین با همونو میشینه تو ماشین و ضبط صوتو برمی‌داره و میخواد به حرف‌ها گوش بده. وقتی روشنش میکنه در آخر نوار صدای مایک رو میشنوه که داره واقعا با دخترش صحبت میکنه، یعنی این روح واقعا وجود داشته. یه دفعه از آینه مایک رو میبینه که پشت سرش و بدنش سوخته. با وحشت برمیگره اما کسی اونجا نیست و بیرون ماشین یه پدر و دختری رو میبینه که همو تو آغوش میگیرن، نمادی از اتفاقی که الان برای مایک و کیتی افتاده. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. یه سری هم به پایان دوم فیلم میزنیم. اونجایی که مایک توی آتش داره میسوزه یه لفه مامورهای آتش نشانی سر میرسن. موفق میشن قبل از اینکه دیر بشه مایک رو نجاتش بدن و همین که میاد بیرون به مامورها میگه وارد اون اتاق نشید، شیطان توی اون اتاقه. سکانس بعد مایک توی بیمارستان و لیلی به دیدنش میاد. بالاخره حالش خوب شده و به لیلی میگه که من تو اون اتاق کیتو دیدم، اما خب لیلی باور نمیکنه. به هر حال مرخص میشه و کتاب این قضیه رو هم مینویسه و میگه من دیگه نمیخوام در مورد روح و اینجور چیزها داستانی بنویسم. با همسرش لیلی هم دارن اساس کشی میکنن تا خاطرات برشون رو پشت سر بذارن. لیلی جعبه ای رو میاره که متعلق به مایکه و مال همون لوازم اتاق 1408 بهش میگه میخوام بنظمشون دور، نباید با خاطرات بد زندگی کنیم. اما مایک میگه بالاخره آمادم تا یه بار دیگه صدای خودم رو گوش کنم. ضبط صوتش رو برمی‌داره و اون رو روشن میکنه و لیلی با وحشت صدای دخترش رو از این ضبط میشنوه. حالا هر دو مطمئنن که این روح واقعا اونجا وجود داشته و کیتی با مایک دیدن کرده. هر دو میزنن زیر گریه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. رفقا به تازگی گروه جنرالز اول موزیک ویدیوشو به اسم دارم بد میشم پخش کرده که میتونید از کانال تماشا بکنید و خب منم یکی از خواننده های این گروه هم. امیدوارم یه وقتی بذارید این ویدیو رو ببینید. اگه دوست داشتید کامنت هم بذارید. پایان دوم فیلم که یه خلاصه کلی بهتون گفتم و خب حالا بهتر میتونید درک بکنید که چقدر این فیلم محتوای زیادی پشتشه. اگه متوجه نشدید باید بگم که تمام اتفاقاتی که برای شخصیت اصلیمون توی اتاق 1408 میفته یه نوع برزخ حساب میشه. برزخی که توش باید با بزرگترین اشتباهات زندگی خودش روبرو شه و اونا رو قبول بکنه. تا اونا رو قبول نکنه و درگیرشون باشه نمیتونه از این اتاق بیاد بیرون. و خب توی یکی از پایان‌ها هم همین اتفاق میفته، چون نمیتونه آخرش هم اتفاقی برای دخترش افتاده رو بپذیره. در آخر با همون اتاق از بین میره و خب مراسم خاکسپاریش رو هم میبینیم. اما در پایان دیگه اینطوری نیستش. آخرین لحظه‌ای که توی اون هتل انگار این قبول میکنه که دخترش وجود نداره و با زندگی جدیدی که باید داشته باشه کنار میاد. همینم باعث میشه که نجات پیدا کنه و به زندگی اصلیش برگرده. ولی لحظه آخر که تو اتاق نشسته و اون ضبط صوتش رو فعال میکنه صدای دخترش میاد و حتی همسرش هم اینو میشنوه. خب این باعث میشه که دیگه بفهمن همه چیز واقعی بوده و یه بار اتفاق افتاده. خلاصه میفهمیم که معنای اصلی فیلم در مورد عذاب وجدان و کنار اومدن با مشکلات. ما مردی رو داشتیم میدیدیم که اول از همه به خاطر اتفاقی که برای دخترش افتاد همه چیشو باخته، یه هیچ خوشی نداشت، زندگیشو از دست داده بود و خب اینو نمیتونست توی خودش خفه بکنه. برای همینم هم اینو توی زندگی بیرونیش داشت ابراز میکرد. چجوری ابراز میکرد؟ از جمله همون ارتباطی که با همسرش داشت و همه چیش به هم خورد، انگار دیگه حتی با هم صحبت هم نمیکردن، چون فقط دنبال یه مقصر میگشت، دنبال یه دلیل بود. همه چی رو گردن همسرش انداخته بود، میگفت به خاطر دروغای تو بوده که دخترم اونطوری آروم رفته، الان معلوم نیست کجاست، نباید بهش دروغ در مورد بهش و جهنم و این چیزا میگفتی. و خلاصه که از هر چیزی یه بهونه میگیره تا بتونه اون عصبانیت و خشمش رو خالی بکنه. یه نکته‌ای هم بهتون بگم، بر اساس نوشته‌هایی که من خوندم منتقدها گفته بودن این فیلمو میشه یه جور دیگه هم نگاه کرد. میگن که این فیلم بر اساس کتاب دانته نوشته شده، دانتز اینفرنو، که میاد تو این کتاب میگه جهنم 9 دایره مختلف داره که هر کسی بسته به گناهان و اتفاقاتی که توش افتاده وارد یکی از این دایره ها میشه و بعد تا ابد اونجا بمونه. حالا نمیخوام در مورد زیاد صحبت بکنم چون به نظر من یه مقدار دور از واقعیت فیلم بود، اما خب خواستم یه اشاره بهش بکنم که این 9 تا دایره چیزای مختلفی ان، از جمله حالا اولیش مثلا برزخه، بعدی شهوت، بعد میره
وارد حسد، خشم، عصبانیت، همه اینا میشه که تمام اینا رو میگن توی فیلم داره برای یه شخصیت اصلیمون اتفاق میفته و میخواد به یک انگاری از جهنم زندگیش میخواد خارج بشه. اما خب من به نظرم از این نقطة دایره وقتی بررسی کردم حدود 3 یا 4 تا وجود نداره. پس به نظرم یه حرفم دوری زده شده است و نمیخوام زیاد روش مانوف بدم. امیدوارم خوشتون اومده باشه، پیشنهاداتونو بنویسید. بچه‌ها یه چیزی بهتون میگم، من همه کامنتا رو میخونم، هرچی هم وقت کنم جواب میدم. خب من کارمندم، از صبح تا شب نیستم. برای همینم است که وقتا دیر جواب کامنتتون داده میشه. بسن بی احترامی نیست، همه حرفاتون رو میخونم، واقعا دوستتون دارم. مرسی که همیشه کنار کانال بودید. لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. روزتون هم گلسی.